ماما بشین. نسرین جون غریبه نیست. خب چه کار میتونم برات انجام بدم؟ عوضی اومدی عزیزم، من طلا خر نیستم. طلا دوست که هستین. بله خیلی، ولی نه این آتش خالا، اینا دیگه خیلی قدیمی شده. ببر آبشون کن. دیگه کاری نداری؟ من باید برم، دیرم شده. ببینین خانم پریوش؟ بله پریوش خانم، من و شوهرم فقط همینا رو داریم. ریز به ریز از روز اول ازدواجم با جمال فقط همیناست. میدونم چیزی که جمال باید بابت طلاقتون بده خیلی بیشتر از این حرفاست. مگه من قرار طلاق بگیرم؟ بله. یعنی تو تصمیم گرفتی که من طلاق بگیرم؟ نه، خود جمال اینو میخواد. اه؟ پس آقا جمال پشت شما قایم شده، شما رو فرستاده جلو؟ عجب، خیلی جالبه. من قصد طلاق ندارم. البته قضیه مهریه فرق داره، من جدا نمیشم، ولی تصمیم دارم مهریه‌مو تا قرون آخرش بگیرم. برای همینه که امروز داشتم میرفتم پیش وکیل. ببینین خانم، خود شما میدونین که جمال همچین پولی نداره. اون پیش پدرش کار میکنه، از اون حقوق میگیره. فکر نمیکنم شما بخواین جمالو بفرستین زندان. جمال زندان نمیره. اگه نداشته باشه مجبوره بره. یعنی تو تمام عمرت سرتو انداختی پایین، قرمه سبزی پختی، بادمجون سرخ کردی، هیچ نفهمیدی دور و برت چه خبره؟ آقا جمال داره، از پس مهریه منم خوب برمیاد. نداره. داره، تو خبر نداری. پارسال آقای یاور چلویی سه دنگ رستوران رو به نام خود آقا جمال زده، سه دنگش هم به نام مادر جمال. البته جمال هنوز نمیدونه ها. من مثل تو نیستم، من پامو جایی میذارم که سفت باشه. حتی میدونم کدوم محضر رو کی این کار انجام دادن. با این کار نابودش میکنی. پدرش فکر میکنه حتی عرضه نداشته. فکر کنه، فکر پدرش چه اهمیتی داره؟ من یه حقی دارم که اونم میگیرم. تموم شد و رفت. تو چرا ول نمیکنی بری؟ بله؟ بابا شوهری که با یه بشکن میپره به چه دردت میخوره؟ هنوز برارو داری یا؟ این خرت و پرت ها ممکنه یه زمانی به کارت بیاد. جون و جوانی تو وردار برو، پشت کی وایستادی؟ تا حالا دیدین یه درخت باغو ترک کنه؟ وا چه ربطی داره؟ درختی که ریشه داره نمیتونه ول کنه بره. این علفهای هر زن که با هر بادی این بر اون بر پرت میشن. خوبه والا، حالا دیگه آقا جمال شد باغ و گلستون. به چه چیزایی تشبیهش میکنه؟ مقام شوهر انقدر بالا هست که لازم نیست آدم به چیزی تشبیهش کنه. البته مقام زنم همینطوره. اه؟ پس من و تو هم مقاممون خیلی بالاست. شما رو نگفتم. چرا؟ شک داری؟ حیف قبالم تو کیفم نیست، وگرنه نشونت میدادم. بله دیدمش.
قباله من تو کیفم جا نمیشه. یکیش 170 سانت قد داره، اون یکی 165 سانت. تو کیف نمیشه گذاشتشون. با اجازه. سلام. صبح کجا رفتی اونجوری؟ خونه پریوش، همون زنه که واقعا رفتی اونجا؟ چرا؟ جمال 1358 تا سکه مهرش کرد. وای 1300، پسر یه بیعقل. براش یه آپارتمان رهن کرده به اسم خودش، یه ماشین شاسی بلندم واسش خرید. بعد میگم چرا یاور از کوره در میره؟ زنه میخواد مهریش رو بذاره اجرا، میخواد بندازتش حبس. میگه جمال داره. جمال چی داره؟ ما که میدونیم چیزی نداره. نصف رستوران. پارسال آقا جون نصف رستوران رو به اسم اون کرده، نصفشو به نام شما. بمیرم. لابد پارسال قبل از عملش این کار کردی. بیشو خودش فکر کرده درست جونش. آخه چرا این مرد اینطوریه؟ هیچی رو نمیگه. ترساشو، دلواپسیاشو، نگرانیاشو، چرا همشو تو دل خودش میریزه؟ حالا تو چرا رفته بودی اونجا؟ لا اله الا الله. همه طلاهامو برداشتم بردم بدم بهش، بگم دست از سر زندگیمون برداره. همه رو، حتی اون دستمنده که آقا جون عباس لیساس هم بهم داده بود. گفت همشون آشغالن. زن بی تربیت. امروز با یه وکیل قرار داره، میخواد مهریهشو بذاره اجرا. با گوشیت شماره آقا یاور بگیر. میخوان چی بهش بگین؟ تو کاریت نباشه، شماره رو بگیر. دارم میگم دیگه آقا، دو جور خورشت، یه خوراک مرغ، یه خوراک زبان، پیش غذا، دسر برای 300 نفر، فیرم که دادم خدمت. بله بله. جانم محسن. خانم شما این. سلام علیکم. ببخشید جناب، اگه اجازه بدیم و رفع زحمت میکنیم، بعدا خبرشو بهتون میدیم. خیلی ممنون. بفرمایید. به سلامت. سلام علیکم خانم. چی شد یاد فقرا کردین؟ آقا یاور، این چه کاری بود کردی؟
باز تو چی گیر آوردی من رو گشتی بی خیلی بار؟ چیکار کردم من؟ کی گفته؟ بله کردم، اما کی گفته؟ پریوش دیگه کیه؟ به کی گفته؟ نسرین خونه اون چیکار میکرده؟ من که هنوز نمردم نسرین را بیفته بره مشکل بخواد حل کنه. دل واپس بچه، جمال برداشته 1300 و نمیدونم چند تا سکه مهریه اون زنی کرده، این اسفند رو آتیش دختره. امروز صبح تمام طلاهاشو برداشته برده به اون بده که شاید دست از سر زندگیش برداره. چی کار کنه؟ نگرانه. ببین دلداریش بده، آرومش کن، بگو همه چی درست میشه. از همه حرفایی که بلدی بزنی دیگه. خودت هم فکر و خیال نکن، شب میام خونه صحبت میکنم. خداحافظ. باشه عزیزم، خداحافظ. حالا آقا جون ناراحت میشه؟ نه هیچی نمیتونه آقا جون رو ناراحت کنه الا ناراحتی خانوادش. بابا آق پسرم، انقدر تلفن ما رو دیر جواب دادی که نگران شدیم اومدیم دم خونه تون. الان پنجره من نگاه کنی میبینی نشتی دیگه تلفن ما رو جواب نمیدی؟ نه نشنیدم، گوشیم سایلنت بود. بابا من نمیدونم چرا آخه این موبایل ها رو میذارن رو سایلنت. تلفن واسه جواب دادنه، برای حرف زدن، حرفای حسابی. خب الان کارتو بگو، الان که جواب دادم. آها تازه میگه لیلی مرد بود یا زن؟ برادر من قرار شد شما یکی دو روز بشینی فکراتو بکنی ببینم با ما اهل معامله هستی یا نه. ببین من یه چیزی دارم که شما خریدارشی، طالبشی، مشتریشی، چه کسی بهتر از شما؟ اگه نه که میخوای دوباره نمیرم تلفن تو سایلنت کنی و ما ولمعتل بشی به من بگو، منم عین بچه آدم، عین یک شهروند با اخلاق با وجدان با میشم میرم اداره آگاهی، هرچی اون شب دمو راپورت میدم. بیا خودت دانی حالا جواب کلم از چی میگی شما؟ ببین اوضاع ما فعلا خیلی قاطیه، از لحاظ خانوادگی میگم باید یه چند روزی به من فرصت بده، یکی دو روز تا باید بتونی ما همیگه صحبت بکن. باشه؟ باشه بابا. پس فردا بچه پر رو فکر کرده میتونه من رو بپیچونه. یه ماشین شاسی بلند ازت اخ نکنم بیخیالت نمیشم. آره دم عوضت میکنم. بری الو آصف میای دنبالم؟ خب اون موقع گفتم نه، الان میگم بیا دنبالم. آصف ببخش، ببین من یه خورده اصلا اوضاعم خرابه، فکرم درگیره، فقط میخوام برم بیرون یه تابی بخورم. باشه میبینم ات، خدافظ. میام میخوای بریم دانشگاه؟ شاید نمره رو تابلو زدن. ها؟ خود زهر مار دیگه، من هر چی میگم تو میگی هیچ، کلت میندازی بالا. زبون نری مگه؟ دوستان یکی نیست سجلشو بردار بیاد بریم محضر.
هی میگی بیا بیا، حالا هم که میایم از اون موقع تا الان اومدیم هیچ یه کلمه هم حرف نزدم. خب حرفی ندارم، اینم سه کلمه. تو خیلی بانمکی ها، خیلی. میگم یعنی الان بچه های من بعد به تو بگن دایی بابا دایی برونش. البته بله نسبت دایی ها. ببینم اگه بریم دانشگاه قول میدی اون گاله رو ببندی؟ مخلص یه دقیقه بایست سالی چطوری؟ نمره مدنی ها رو زدن؟ نه نه؟ نه آویلا آویلا شدیدی میگه نزدن هنو. این دوتا بده من بندازم سعی ریخته اونجا بر بردار گدا چته؟ خب سرتو بکش کنم موقعی که آمدیم بوخ کردی حرف نمیزنیم حالا برام گرفتیم زنی زدی گفتم آخ چون میریم چهار تا دریوری میگیم میخندیم نمیدونستم اینجا ماده عذاب گیری بشینیم زار زار گریه کنیم های گفتی واسه چته تو؟ هیچی تو هنوز کف مدنی هشتی؟ نه بابا خود چی به؟ شده یه وقتای حواست نباشه یه هویی دستت بخوره لبه دری، میزی، در ماشینی. آره خیلی شده من که خودم یه ریز همینجا میزنم در دیوار. بعدش دیدی هر موقع که فکرت بیکار میشه دردت میزنه به اعصابت جوری که کلافت میکنه. آره خیلی شده. میدونی دواشیه؟ آره دواشی قرص مسکن اونو بخور تم کن بره. دواش اینه که دندون درد بگیری درد دستت که هیچی همه دردات هم یادت میره. محسن چته تو؟ الان تو واقعا اینجوری شدی؟ محسن چته تو؟ چی شده؟ بگو به من. مثلا ما رفیقیم به قول پدر بزرگت تای فابریکیم یه دلیم. تو به من نگی به کی میتونی بگی؟ هیچکی. ببین رفاقت به این نیست که همش هرکره کنی و بری بستنی بخوری و مجید کردبانی رو دست بندازی که وابد آسف. بعضی وقتا فکر میکنم شامیز و پدر بزرگم چقدر خوشبخت بودن. بهت گفته بودم که وقتی پدر بزرگم میخواست ازدواج بکنه شامیز دو سال پولی که جمع کرده بوده رو همه رو میده بهش. آره گفته بودی. اما نگفته بودم واسه چی این کار رو کرده. قبل از پدر بزرگم شامیز خواستگار مادر بزرگم بوده. شرط پدر مادر بزرگم این بوده که شامیز باید یه مغازه از خودش میداشته واسه اون داشته اون پولو جمع میکرده واسه ازدواج خودش. وقتی میگم رفاقت یعنی یه همچین چیزی. حیف شامیز مرد تمام شد رفت مال اون دوره بود با همون دوره هم رفت. اصلا هم اینجوری نیست. من اصلا نمیفهم چرا هر چی میشه هر چیزی که خوبه میگیم دیگه نیست دیگه نمیاد دیگه نمیشه فلان. ها بله گذشته خوب بوده چیزایی هم که توش بوده خوب بوده درسته ولی الان نمیشه که ما اون چیزا رو تو این زمانو نداشته باشیم که
نسل‌ها عوض شده، آدمیزاد که تغییر نکرده، ذات آدم که تغییر نکرده، همه چی هم همون جوری بوده که هست. آقا چیزی که خوبه رو میگن خوبه، چیزی هم که بده رو میگن بده. بعد نمیفهم، اصلا نمیتونم درک کنم چرا ما خودمون الان اینو باور داریم که آدمای گذشته تافته جدا بافتن. چرا؟ بودن آصف. حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. نه اصلا قبول ندارم. ببین پدر بزرگی تو خیلی آدم خوبیه، ولی قبول ندارم میگه چون من پسر ابن ایوندی هم پس خصلتای ابن ایوندی رو دارم. ببین من اینو بهت نگفتم که اینو چوب بکنی هی بزنی تو سر منو، به شوخی گفتم پدر بزرگم این حرفو زده. نه اصلا مهم نی، الان فکر نکن من دلخور شدم. ببین من مادرم سیده، یه روز برگشت منو کشید که اونو گفت ببین آصف تو من کشیدی نه به بابات. بهش گفتم مامان ببین منم، من خیلی همت کنم در دیوار بزنم بتونم سر عقاید خودم وایسم. اصلا مهم نیست که من پسر ابن نیوندی هم یا پسر سید خاتون جلیلی. بعد اصلا تو فکری من الان خیلی خوشم، مثلا خیلی دو تا تا چهار تا ها، خیلی همه چیم رو رواله. دوست دارم فقط با یکی حرف بزنم، فقط با تو بشنم درد دل کن، شادم گریه کن. خب بکن. نمیتونم. ببین دیدی؟ دیدی خودت هم نمیتونی. نه من قضیه هم با تو فرق میکنم، نمیخوام ناراحت شی. من ناراحت شم؟ میدونی یکی از دلایلی که دلم نمیخواد ببینم چیه؟ دیوونه که دیگه دلیل نمیخواد، هیچ کی دلش نمیخواد بمیره. آره میدونم همه زندگی رو دوست دارن، ولی من دلم نمیخواد بمیرم، یکی به خاطر تو یکی به خاطر مامانم، چون میدونم اگه بمیرم شما ناراحت میشه. همچین خیالی نکن، تو بمیر من سر کوچه نقل و نبات پخش میکنم. خب بدبختی هم مردت واسه ما مصیبته هم زندت. میگم راستی چرا گفتی اگه با من درد و دل کنی من ناراحت میشم؟ رفیق همی دیگه، ناراحت میشی دیگه. الان من به تو بگم یه درد لاعلاج دارم تو ناراحت نمیشی؟ مریضی داری؟ دارم میگم مثلا. پشو بریم، پشو دیگه. محسن دیگه چیه؟ ما نسلی هستیم که امتحان نهده به ما میگن رد شدیم. بزرگتر همه چیشون خوبه، ولی اینکه نسل بعد خودشون رو قبول ندارن این اصلا خوب نیست. انگار اون دیگه فهم و شعور من و معرفت موقع رسیدن به ما تک کشیده. نباید بذاریم اینجوری بشه، اقلا خودمون خودمون رو باور کنیم. من همینقدر خوبم که پدر بزرگ تو هست، تو همونقدر خوبه که شامیز بود. رفاقت ما هم دست کمی از اونو نداره، باور کن. باشه باور کن، باور کن. بریم حالا. شربت بهار نارنجه، اعصاب تو آروم میکنه. چرا اون کار کردی؟ چرا نصف رستورانو به اسم من کردی؟ میترسیدی زیر عمل بمیری؟
نه، میخواستم بعد از من دستت پیش کسی دراز نباشه، حتی جمال. دنیای بدی شوکت. چرا اینقدر دنیا رو بد میبینی؟ بد نمیبینم شوکت، بد هست. پشتت گرم نباشه پشتتو به خاک میرسونن، زمین بخوری دستتو نمیگیرن، عکستو میگیرن، ماشین بهت بزنه آمبولانس خبر نمیکنن، جیبتو میزنن. دنیای ما امروز اینجوریه، عوضش هم نمیشه کرد. پس ما باز زیر پامون رو سفت کنیم. فکر نکردی بعد از تو تموم دنیا قد یه بال مگس برای من ارزش نداره؟ فکر میکردم بعد از من دنیا به راهش ادامه میده، نمیخواستم تو زیر چرخاش له بشی. حسابت غلط در اومد. حالا فردا اون زن مهریش رو اجرا میذاره و سهم جمالو صاحب میشه. فکرشو بکن، از فردا من و اون زنه سدونگ سدونگ رستوران و شریکی. ببین شوکت، فردا که هنوز نیومده که، دیروز هم که رفت تموم شد. تو فکر امشب باش که ما هستیم، امشب هم هست. شربت باقال نارنج تو هم تو دستمه. من امشب با هیچی تو دنیا عوض نمی کنه. باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه همچی کاری کرد. چرا این کاری کرد نسیم؟ خب واسه اینکه تو پسرشی. خیلی وقت بود که دیگه فکر کرده بودم منو فراموش کرد. یه پدر یا مادر اگه نفس کشیدنم یادش بره، بچهش رو یادش نمیره. کاش یه ترازوی بود، بچه ها باش میتونستن مهر و محبت پدر مادرشون رو نسبت به خودشون وزن کنن. نسرین؟ بله. اگه این زنه باز خاطر مهریش نصف رستورانو بگیره، خیلی بد میشه. خیلی خجالت آب میشم، میمیرم. تو فکر کن بعد این همه سال همون چیزایی که ساخته باز خاطر یه خریتم دارم میمیرم. میگم بهتره با یه وکیل مشورت کنیم، هرچی باشه اونا. این شربت باقال نارنجی که دیشب دادی خوردیم خیلی چسبید. میشه امشب هم تیار کنی، مهمونمون کنی؟ بله حتما. فعلا به امان خدا. آقا جون خیلی ممنونم. باز چی؟
واسه همه چی. وقتی بهم گفتین همه چی درست میشه مطمئن بودم نمیشه، هیچ امیدی نداشتم. اما جمال الان همونطوری که شما گفتین برگشته. حالا من کاری نکردم، من فقط سعی کردم نذارم تو خطایی بکنی که پلای پشت سرت رو خراب کنی. هر کاری کردی خودت کردی. آقا جون دیشب جمال تا صبح نخوابید، صبح هم میخواست زودتر بره که با شما چش تو چش نشه، خجالت میکشه. جمال اینجا. جناب شما، من خواستم یه چیزی به یادت بیارم. ببین واسه چیزی که گذشته حسرت نخور، واسه چیزی که شکسته حسرت نخور، واسه چیزی که نشده حسرت نخور. همین زندگی سخته، اگه سخت نبود با گریه شروع نمیشد. شهرم نمایم خیلی اذیت تو کردم، خیلی انداختم تو درد سر. جمال تو قصه منو نخور، تا وقتی اون بالای هوای منو بره این پایینشکی نمیتونه منو بشکونتم. فقط یه چیزی هست، اگه عاقل باشی تا حالا باید دستت اومده باشه. بله آقا جون. وقتی به کسی چیزی میدی چی میگن؟ علاقه. نه. محبت. نه. اعتماد. نه بابا بذارین یه دقیقه فکر کنم یادم بیاد دیگه، مجال بدین یه دقیقه. تعهد. آب باریکلا همینه، وقتی به کسی تعهد داری تو همه چیز مسئولشی، تو عشقش مسئولشی، تو غمش مسئولشی، تو تنهاییش مسئولشی. اگه یادت بره این تعهد دنیا یادت میاره، بد جوری هم یادت میاره. فعلا. جایی مامان؟ تموم شد. وکیله گفت تا دو روز دیگه. سلام دختر خاله. سلام آرش. چه عجب از این برا؟ پسر خاله زحمت کشیده دواهای من خریده آورده. چرا به آرش زحمت دادی مامان؟ من کمش خودم میگیرم. وایسادی بفهم بشین. نه دیگه من داشتم میرفتم دیگه، شما اومدید خاله هم تنها نیست. خاله جان کاری نداری با من؟ قربونت برم، دست گلت درد نکنه. به مامان خیلی سلام برسون. چشم برسو. حتما بزرگیتون میرسم. خدا نگهدار. به خدا سپردم. خیلی پیش. خدافظ. به سلامت. برای چی به خود من نمیگین براتون داروتونو بگیرم؟ تو اینقدر گرفتاری که دیگه وقتی این کارا رو نداری. دیگه تموم شد. وکیله گفت زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. نمیخوام بشنوم.
صحبت چند میلیارده ها؟ موش جونت یالی بایستا ببینم مامان یه جوری سرسری گرفتی هر کی ندونه فکر میکنه صبح تا شب داری تو طلا و سکه و پول قلط میزنی خوشت میاد حال منو بگیری نه؟ من دارم میگم چرا من نمیخوام چیزی که تو میگی بشنوم میخوای چی بگی؟ میخوای بگی زرنگی کردی؟ میخوای بگی کلک زدی؟ میخوای بگی فیلم بازی کردی که صاحب چند میلیارد بشی؟ حالا من باید چی کار کنم؟ برات کف بزنم؟ نمیخوام کف بزنی حداقل یه لبخند بزن لبخند به چی؟ به کاری که از نظر من کلاهبرداریه؟ بایستا ببینم مامان من دارم حقمو میگیرم این کلاهبرداری نیست مادر قربونت برم منم نگفتم نگیر بگی قربونتو نوش جونت ولی منو قاطی نکن من شما رو قاطی نمی کنم که من حد شما رو میدونم برای شما یه زیرزمین نمور و تاریک فرقی نمیکنه با پنت هاوس فلان آپارتمان به اشتباه میکنی عزیزم خیلی فرق میکنه اون اتاق توی زیرزمین شرف داره به این چیزی که تو داری میگی چون این چیز از راه کلاهبرداریه یک بار دیگه این حرف رو زدین نزدینا من دارم حقم رو میگیرم نه از آقای چلویی از این دنیا من میخوام حقم رو از این دنیای کوفتی بگیرم شما میگی حق نداری خب بگو برای اینکه شما خیلی چیزا رو نمیفهمی اصلا باور نداری شما فقط یه نفر رو باور داشتی اونم آقا نقی مغنی بود که صبح تا شب واسه کثافت مردم چاه میکند وقتی هم میومد خونه بوی عطرش همه خونه رو پر میکرد وقتی منو بغل میکرد از بوی گند تن و لباسش حالم به هم میخورد دیگه حق نداری راجع به پدرت اینجوری حرف بزنی هیچ وقت هیچ وقت فهمیدی تو حق تو میخوای تو اصلا نمیدونی حق چی هست البته تقصیر نداری که همش مقصر من تقصیر من بچه که بودی من تو یه خونه کار میکردم و سختم بودم تو خیلی کوچولو بودی یه روز با خودم بردم ات سر کار موقع تمیز کردن یه دفعه دیدم یه انگشتر افتاده رو زمین خیلی وسوسه شدم چون مدت ها بود پدر زمین گیر شده هیچی نداشت انگشتر هر روز زمین برداشت از اونجا که بیرون اومدی رفتم توی جواهر فروش اونو فروختم بعد با یکی به پول زیاد اومدم تو خیاب تو بستنی خواستی برات بستنی خریدم تو با لذت خوردی با لذت خیلی زیاد اولین لقمه حروم خودم گذاشتم تو گلت با این دست با فروش اون انگشتر دوستی تو حق تو مادر نمیخوای تو به لقمه حروم عادت کردی قربونت برم دنبال اون هستی کدوم مال حروم؟ یه انگشتر دوزاری؟ برو نگاه کن ببین خر و با خورش مرده رو با گورش میخوانن سیر نمیشن رقم دوزیاشون انقدر بالاست که صفراشو نمیتونی بشموری اون وقت شما
یه انگشتر دوزاری پیدا کردی از رو زمین، اسمشو میذاری دوزدی، اسم لقمت هم میذاری حروم. کجای کاری مادر من، کجای کاری؟ قربونت برم، هر کسی رو تو قبر خودش میخوابونن، هر کسی هم تابان کار خودشو میده، مثل من که تابان اون انگشتر رو دادم، بد جوری هم دادم. با تو کجا داری میری؟ نون کلفتی، شرف داره به هر لقمه نونی که بخوام تو این خونه بخوره. رد و برقه، ببین داره بارون میاد. بارون رحمت خداست، برکت خداست. بخواب ماما، من ترس، من پیشتم مراقبم. بخواب چشتو ببرم. آفرین دخترم، لا 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 گلم باشی، همیشه در برم باشی، لا 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 گل نازی، بابات رفته به سربازی، لا 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 گل سلام خاله. سلام پری وش، چطوری خاله؟ مامانم اونجاست؟ آره، میخوام باش حرف بزنم. خب باشه خاله. پری وش بله. مامانت حالش خوبه؟ مامانم اونجاست، حالشو از من میپرسین؟ آخه چجوری بگم خاله، از وقتی اومده یه کلمه حرف نمیزنه، هیچی، یه کارایی میکنه. چیکار کرده یعنی؟ عصری رجب داشت سیگار میکشید، در زدن سیگارو گذاشت تو زیر سیگاری، رفت درو وا کن. من دیدم مادرت سیگارو برداشت، اون که آتیشی سیگارو یه دفعه گذاشته بود پشت دستش و این فشار میداد. من و آرش به زحمت تونستیم بگیریم.
خودش و سیگار از دستش در بیاری. همش میگو این دست لغمه حروم داده بهش، این دست لغمه حروم داده بهش. من نفهمیدم چی میگه خاله. فردا با آرش قراره ببریمش دکتر، دستش بد جوری سوخته، اگه چک کنه وای خاله.